با درود فراوان به شما همراهان خدمتتون رسیدیم با یک بسته خبری در آغاز به احکام سنگین قوه قضایی برای معترضان میپردازیم در خبر بعدی به واکنش کامران ملک موتی ای بازیگر به سرکوب اعتراضات به جای کشتن مردم چمدانتان را ببندید در بخش بعدی به استفاده جمهوری اسلامی از کاراگاهان خصوصی در آمریکا برای زیر نظر گرفتن مخالفین میپردازیم و در پایان به احزار دستن در کاران سریال شبکه مخفی زنان به اتهام زمین چینی برای اعتراضات سراسری خواهیم پرداخت پس بمانید و ما را تا انتها همراهی کنید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمت زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید یک حکم اعدام و چندین حکم زندان علیه معترضان بازداشتی در تهران مقام های قضایی ایران از صدور بیش از 750 کیفرخواست برای معترضان بازداشتی در سه استان ایران خبر دادند. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضایی ایران از صدور دست کم یک حکم اعدام و چندین حکم زندان علیه معترضان بازداشتی در تهران خبر دادند. بنابر گزارش میزان این احکام بدوی بعد از برگزاری دادگاه تعدادی از متهمان در استان تهران از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است. اتهام که به اعدام محکوم و نامش ذکر نشده اخلال در نظم و آسایش عمومی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی محاربه و افساد فلارض عنوان شده است همچنین احکام پنج متهم دیگر بر اساس اتهاماتی از قبیله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی حبس از پنج تا ده سال اعلام شده است فرخواست علیه معترضان در اسفهان و استان مرکزی این در حالی است که مقام های قضایی ایران از صدور نزدیک به 800 کیفرخواست برای معترضان بازداشتی در سه استان خبر دادند عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی یک شنبه 21 آبان به خبرگزاری ایرنا گفت که 276 نفر از معترضان دستگیر شده این استان مجرم تشخیص داده شدند او افزود پرونده این افراد تشکیل شده اما اینکه این افراد به محکومیت میرسند یا خیر باید منتظر باشیم تا در محاکم کیفری بدوی و تجدید نظر تصمیم گیری شود. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرد تا کنون 316 فقره از پرونده های مربوط به معترضان منتهی به صدور کیفرخواست شده و برای صدور رأی به دادگاه ها ارسال شده است. مجتبا قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان ساعتی پیش از صدور کیفرخواست برای 164 نفر از معترضان بازداشت شده در این استان خبر داد که اکنون در یک بند زندان بندرعباس در بازداشت به سر میبرند از سوی مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی هفته گذشته اعلام کرده بود که بر اساس آخرین آمار 1024 مورد کیفرخواست برای معترضان بازداشت شده در اعتراضات صادر شده است. پیشتر علی القاسمی رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد که از میان کیفرخواست های صادر شده برای معترضان تهرانی چهار نفر به محاربه متهم شدهاند با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم افرادی که به محاربه محکوم می شوند ادامه سازمانهای سازمان های بین المللی حقوق بشر نسبت به خطر صدور حکم اعدام برای معترضان هشدار دادهاند. واکنش کامران ملک بازیگر به سرکوب اعتراضات به جای کشتن مردم چمدانتان را ببندید کامران ملک ای بازیگر به سرکوب اعتراضات واکنش نشان داد و گفت به جای کشتن مردم چمدانتان را ببندید این بازیگر ایرانی در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرده گفته به جای کشتن مردم به دنبال چمدان باشید چون سفر در پیش دارید آقای ملک گفته میزنید و میکشید باز مردم به خیابان آیند. به این میگویند کار بیهوده او گفت به جای این کار مفید انجام دهید مثلا چمدان مناسب پیدا کنید چون سفر در پیش رو دارید خب بعد یک نصیحتی میخوام بکنم به یه سری از آدما اون آدما حالا اگه آدم اسمشون باشه که نمیدونم کسایی که کف خیابونا تو ایران دارن مردمو میزنن میکشن همه رو خب میبینید که میزنین میکشین باز مردم میان دیگه خب این چه کار احمقانه که میکنید به میگن کار ابس یا مثلا آب در خاون کوبیدن خب به جای این کار مفید انجام بدید برای مثال الان برید بگردید ببینید کجا میتونید چمدون مناسب پیدا بکنید که سبک باشه بیشترین وسیله رو جا بده تو خودش و سفر در پیش دارین شما خب و از اون مهمتر الان برید ثبت نام بکنید برای کلاس های زبان آموزش زبان اسپانیش اسپانیایی که این به دردتون میخوره چون تنها کشوری که راتون میده ونزوئلاست و زبانشون هم خب اسپانیش دیگه لاقل اونجا بتونید بگید یه لیوان آب به هم بده یا گشنمه یا حالا دستشویی کجاست حتی الان این بهترین فرصته برای اینکه برید و زبان یاد بگیرید و یه کار باهوده بکنید به جای کار بیهوده از من گفتن نیویورک تایمز جمهوری اسلامی در آمریکا از کارگاهان خصوصی برای جاسوسی از مخالفان استفاده می کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش می گوید در سرتاسر سر آمریکا دولت های استبدادی از کارگاهان خصوصی برای جاسوسی از مخالفان ساکن این کشور استفاده می کنند. طبق این گزارش بسیاری از این کارگاهان از ماهیت مشتریان خود اطلاعی ندارند و ناخواسته در دام آنها افتادهاند گزارش نیویورک تایمز از ایران و روسیه و چین به عنوان دولت های نام برده است که توانستند کارگاهان خصوصی را استخدام کنند بر اساس گزارش سال 2021 خانه آزادی که دموکراسی را در سطح جهانی ترویج می کند ترکیه نیز به دنبال دشمنان احتمالی در حداقل 31 کشور جهان است به نوشته این روزنامه برخی از این دولت ها تلاش می کنند تا مخالفانی را که به طور قانونی در ایالات متحده زندگی می کنند تحت نظر بگیرند آزار دهند تهدید کنند و حتی به کشورشان بازگردانند مقامات دولتی به شرکت های مربوط به کارگاهان خصوصی هشدار دادند و در برخی موارد دولت آمریکا علیه برخی از این افراد اعلام جرم کرده به نظر می رسد بیشتر آنها نخواسته مورد استفاده قرار گرفتند و بعدا با مقامات همکاری کردند به گفته هافمن محقق تروریسم در شورای روابط خارجی یک دولت می تواند یک کارگاه خصوصی را در یک معامله معمولی استخدام کند تا اطلاعات دقیقی در مورد محل سکونت تلفن های همراه شماره تامین اجتماعی آدرس محل کار یک فرد بگیرد و این اطلاعات را در اختیار تشکیلات امنیت دولتی قرار دهد این گزارش در مورد یک پرونده مربوط به مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مقیم آمریکا می نویزد که دادستانهای فدرال منحتن در ژوئیه 2021 علیه یک مقام اطلاعاتی ایران و ستن از همکارانش که همگی در ایران بودند اتهامات مربوط به توطئه آدم را با مطرح کردند اگر آنها ایران بمانند احتمال دستگیری آنها کم است اما مقامات گفتند که هدف از اعلام جرم علیه این افراد از جمله شامل افشا و جلوگیری از توطئه های طراحی شده در بالاترین سطوح یک دولت خارجی است طبق این گزارش در مورد مسیح علی نژاد مقامات جمهوری اسلامی میخواستند احساسات وضعیت روحی و حتی زبان بدن او را بدانند که آیا او با اضطراب مراقب اطرافش است یا بیخیال به نظر میرسد طبق یک کیفرخواست فدرال فردی به نام کیا صادقی به مکیور که سپس با اف بی آی همکاری کرده گفته بود که قرار است از کسی جاسوسی کند که از دوبیک فرار کرده و بدهی دارد بعدا مشخص شد که مقامات جمهوری اسلامی میخواستند مسیح علی نژاد را از نیویورک بایند و سپس با به ونزوئلا و سپس به ایران منتقل کنند احزار دستن در کاران سریال شبکه مخفی زنان به اتهام زمین چینی برای اعتراضات سراسری خبرگزاری های دولتی ایران از پرونده سازی و احزار نویسنده کارگردان و تهیه کننده سریال شبکه مخفی زنان به دادسرای 21 تهران خبر دادند به گزارش صدای آمریکا مقامات امنیتی میگویند سریال شبکه مخفی زنان با طرح شعار زن قدرت شکوه نسل جوان را برای اعتراضات اخیر آموزش داده و آن را به انتشار راهنمای اجتماعی اقتشاشات زنانه متهم کردند. حال رسانه های نزدیک به اطلاعات سپاه خواهان ممنوعیت ادامه پخش سریال شبکه مخفی زنان و محاکمه نویسنده کارگردان و تهیه کننده این سریال شدند. محمد رحمانیان نمایش نام نویس و کارگردان برجسته نمایش در ایران که نویسندگی این سریال را برای عرضه در شبکه نمایش خانگی بر عهده داشته در واکنش به احزاریش با اشاره به این سریال سرگرم کننده که پیش از آغاز اعتراضات پخش اما حالا به دلیل همسان پنداری رخدات های آن سریال با اعتراضات خیابانی به رهبری زنان مورد حمله قرار گرفته نوشته متعجب و سرخورده هستم چطور به موضوع تبلیغ علیه نظام رسیدند رسانه های حکومتی همچنین با پرونده سازی علیه آیدا اسباهی تهیه کننده ی سریال شبکه مخفی زنان میگویند او نیز به اتهام مشارکت در تولید سریالی که راهنمای اختشاشات زنانه در ایران است به دادسرا احضار شده رویدادهای سریال شبکه زنان با بازی لیلا حاتمی مربوط به پیش از انقلاب است که با تاسیس یک سندیکای زنانه آغاز می شود. مقامات می قسمت چهارم این سریال که با شعار زن قدرت شکوه داستان را پیش می برد درست یک ماه پیش از مرگ محسا امینی پخش شده و همین مدرک جرم سازندگان این سریال برای ایجاد زمینه اعتراضات به رهبری زنان در ایران است. به گفته مقامات آیدا مصباحی تهیه کننده این سریال نیز به دادسرا احضار شده است. محافل سینمایی در ایران با ابراز از احزار نویسنده کارگردان و تهیه کننده ی سریالی سرگرم کننده به خاطر این همانی های فرضی با اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی اخیر میگویند با سرکوب خلاقیت هنرمندان نمیتوان بر واقعیت‌های های جاری جامعه سرپوش نهاد دوستان خوبم سپاس از اینکه تا انتها با ما بودید تا بخش بعدی خبر خود نگهدارتون